فیلم آموزشی یک صفحه که به صورت استاتیکی تحت بار گسترده قرار داره توسط نرم افزار آباکوس شبیه سازی میشه و جزئیات و مراحل کار خدمتتون ارائه میشه. صورت کلی مسئله به این صورت هست که یک صفحه که به صورت شل مدل سازی میشه تحت فشار 20 کیلوپاسکال به صورت یک نواخت قرار داره. این صفحه از یک سمت کاملا فیکس شده و از سمت دیگه دارای درجه آزادی حرکت در راستای ایکس هست. از بالا هندسه این صفحه به این صورت هست که این زل از زوزنقه با افق زاویه 30 درجه میسازه و طول این زل 40 سانتی متر و فاصله افقی بین این دو زل 100 سانتی متر است. ضخامت ورق 8.5 سانتی متر در نظر گرفته شده. برای شبیه سازی این مسئله باید سری مراحل طی بشن. اولی مرحله ایجاد مدل هندسی صفحه که به صورت شل مدل سازی میشه. بعد از اون تعریف کردن نوع ماده که در این مسئله ما ماده رو استیل در نظر میگیریم. بعد از اون مونتاژ کردن قطعات هست و در مرحله بعد ما روش حل رو تعریف میکنیم و خروجی هایی که میخوایم از مسئله بگیریم و بعد از اون بارها رو به صفحه اعمال میکنیم و شرط مرزی رو مشخص میکنیم و در مرحله بعد شبکه بندی و نوع المان ها رو مشخص میکنیم و بعد از اون مسئله رو حل میکنیم و در نهایت هم نتایج رو بررسی و تحلیل. اولین مورد که باید در نظر بگیریم بحث واحد اندازه‌گیری هست. ما در این مسئله واحد اندازه‌گیری SI رو در نظر میگیریم، یعنی طول‌ها رو بر حسب متر، نیرو بر حسب نیوتن و جرم رو بر حسب کیلوگرم در نظر میگیریم. مسلما خروجی‌های ما مثل تنش‌ها بر اساس واحد SI خواهند بود. به عنوان مثال تنش واحدش پاسکال خواهد بود. در ابتدا نرم افزار آباکوس رو میتونیم از طریق منوی استارت و گزینه آباکوسی ای باز کنیم. بعد از باز کردن آباکوس ما باید مدل هندسی رو ایجاد بکنیم. برای مدل هندسی میتونیم بر روی گزینه کریت پارت کلیک بکنیم و یک اسم به پارتمون اختصاص بدیم که به عنوان مثال من اسم شل رو به پارتم اختصاص میدم. نوع مدل سازیمون یا مدل اسپیسمون به صورت سه‌بعدی هست و نوع اون به صورت دیفورمبل هست و نوع شیپی که میخوایم ایجاد بکنیم به صورت شل و پلانر هست، یعنی یک صفحه به صورت صفحه‌ای ایجاد میکنیم. روش های مختلفی برای ایجاد صفحه وجود داره مثل اکستروژن، ریولوشن، سویپ که هر کدوم از اونها متد های مدل سازی هستند. به عنوان مثال اکستروژن ما میتونیم یک خط رو بکشیم و در راستای دیگه بهش عمق بدیم، یا ریولوشن میتونیم یک سطح مقطع رو بکشیم یا یک خط رو بکشیم و حول یک محور اون رو بچرخونیم، و سویپ هم باز میتونیم یک خط یا یک منحنی که داریم و در راستای یک منحنی دیگه اون بهش بدیم. ما روش پلنر رو انتخاب میکنیم و اینجا باید اندازه تقریبی صفحه اسکچی که صفحه مدل سازی شما هست رو تعیین بکنید که معمولا میتونیم 2 تا 3 برابر طول ماکسیموم مدلتون در نظر بگیرید که در اینجا طول ماکسیموم 100 سانتی متر یا 1 متر هست. ما اگر بخوایم 3 برابر رو در نظر بگیریم میتونیم اینجا عدد 3 رو وارد کنیم و گزینه کانتینیو رو بزنیم که وارد محیط اسکچ میشیم، محیط گرید بندی که برای مدل سازی ها و کشیدن سطح مقطع ها میتونیم از اون استفاده بکنیم. انواع ابزارها اینجا موجود هستن. اولین کاری که میکنیم در این محیط یک مستطیل ایجاد میکنیم که با استفاده از ابزار گریت ریکتنگل میتونید مستطیلتون رو ایجاد بکنید. برای یک نقطه روی صفحه کلیک میکنیم و برای یک نقطه دیگه هم باز این کلیک رو انجام میدیم. مستطیل ایجاد شده داره یه سری قیدا هستن که ما برای ایجاد مدل هندسیمون به این قیدها نیازی نداریم، پس از ابزار دیلیت استفاده میکنیم و قیدها رو پاک میکنیم و نگهداشت کلید شیفت میتونید انتخاب متوالی رو انجام بدید.
بعد از اینکه همه قیدها رو انتخاب کردید، کلید اینتر رو میزنید و این قیدها پاک میشه. یه سری قیدها باید خودمون به این مدل اضافه کنیم، یک سری قیدها ما باید خودمون به این مدل اضافه کنیم. برای این کار میتونیم از گزینه Add Constraint استفاده بکنیم که انواع قیدها در این ابزار موجود هست. ما میخوایم از قید موازی بودن استفاده کنیم و بگیم که این دوتا خط همواره با همدیگه موازی باشن، که میتونیم ابزار پارالل رو انتخاب کنیم، این خط رو انتخاب کنیم، شیفت رو نگه داریم و این خط رو انتخاب کنیم و کلید اینتر رو بزنیم، که این نشون دهنده این است که این دوتا خط همواره با همدیگه موازی هستن. قید دیگه که میخوایم اعمال کنیم، میخوایم بگیم که این خط و این خط همیشه به صورت ورتیکال باشن. ابزار ورتیکال رو انتخاب میکنیم و روی این خط کلیک میکنیم و بر روی این خط هم کلیک میکنیم. در مرحله بعد باید اندازه ها رو به مدلمون نسبت بدیم. اولی اندازه که نسبت میدیم، میخوایم بگیم که زاویه بین این خط و این خط 60 درجه هست. ابزار Add Dimension رو انتخاب میکنیم، این خط رو انتخاب میکنیم و بعد این خط رو و امتداد میدیم و هر نقطه داخل این مستطیل کلیک میکنیم. در این قسمت میتونیم این زاویه رو تعیین بکنیم که عدد 60 رو وارد میکنیم و کلید Enter رو میزنیم. در این مرحله باید اندازه این خط و فاصله افقی این دو خط تعیین بشن. باز ابزار Add Dimension رو انتخاب میکنیم و این خط رو انتخاب میکنیم و طول اونو دقیقاً 0.4 متر یا 40 سانتی متر وارد میکنیم. بعد از اون این نقطه رو انتخاب میکنیم و این نقطه و امتداد میدیم تا این خط به صورت افقی در بیاد و یکشو کلیک میکنیم و عدد 1 رو وارد میکنیم. اگر دقت کنید مدل هندسی ما ایجاد شد. برای خارج شدن از این محیط میتونیم کلید اسکیپ رو بزنیم تا ابزار Add Dimension از سلکت خارج بشه و بعد از اون گزینه Done رو بزنیم تا مدل هندسی ما ایجاد بشه. اگر دقت کنید مدل هندسی به این صورت ایجاد شد. در مرحله بعد باید نوع ماده رو مشخص کنیم که از قسمت ماژول قسمت پراپرتی رو انتخاب میکنیم. جنس این قطعه از استیل هست و همین خاطر میایم کریت متریال رو میزنیم. اولی موردی که باید تعیین بکنیم مقدار دانسیته هست. از قسمت جنرال دانسیتی مقدار دانسیته استیل که 7800 هست رو وارد میکنیم. در این شبیه سازی تنها خواص الاستیک در نظر گرفته میشه، پس کافیه ما ماژول یانگ و پوسون ریشیو رو به مادهمون بدیم. برای این کار میتونیم از قسمت مکانیکال الاستیسیتی الاستیک مقدار ماژول یانگ رو 200E9 وارد میکنیم و پوسون ریشیو رو 3 و گزینه اوکی رو میزنیم. اگر دقت کنید متریال ما در این قسمت ایجاد شده که عنوانش متریال 1 است. میتونیم اینو اسمش عوض کنیم، به عنوان مثال رینیم رو بزنیم و اسم متریالمون رو استیل بزنیم. در این مرحله باید یک سکشن ایجاد بکنیم. برای ایجاد کردن سکشن گزینه کریت سکشن رو میزنیم، یه اسم سکشنمون میدیم، عنوان مثال استیل، نوع سکشنمون شل هست و به صورت هوموجنیوس یا یک نواخت است. شل ها رو به صورت کامپوزیت هم میشه تعریف کرد که در آموزش های بعد به اونا میپردازیم. گزینه کانتینیو رو میزنیم. در منوی ادیت سیکشن شما باید ضخامت شلتون رو وارد کنید که در این مسئله ضخامت شل ما 8 میلیمتر بوده که در این قسمت وارد میکنیم. در این قسمت باید متریال هایی که در قسمت قبلی ایجاد کردیم و انتخاب بکنیم که یک متریال ما ایجاد کردیم با نام استیل که در این قسمت اون رو انتخاب میکنیم. بقیه تنظیمات این محیط نیازی به تغییر ندارن، میتونیم اونها رو به صورت دیفالت قرار بدیم و اوکی رو میزنیم. بعد از اون باید سیکشنی که ایجاد کردیم رو به این شل نسبت بدیم. برای این کار ابزار اساین سیکشن رو انتخاب میکنیم، تیک مربوط به ست رو برمیداریم. ما نمیخوایم یه ست برای ما ایجاد بکنه،
صفحه شل رو انتخاب میکنیم و گزینه دان رو میزنیم. بعد از اون در این قسمت سکشن استیل که در مرحله قبل ایجاد کردیم رو میتونیم انتخاب کنیم. اگر سکشن های مختلف داشتیم از اینجا قابل دسترسی بودن. و یه بحث دیگه که باید در نظر بگیریم بحث دفینیشن هست که میدل سرفیس، تاپ سرفیس، باتم سرفیس و موارد مختلف دیگه. این در واقع به این صورت هست که شما وقتی یک سکشن نسبت دادین، عنوان مثال در این مسئله که ضخامت ما 0.8 میلیمتر هست، اگر میدل سرفیس رو انتخاب بکنید این صفحه شل و اون ضخامت مجازی نصف اون بالای صفحه شل و نصف اون پایین صفحه شل در نظر گرفته میشه. اگر تاپ رو انتخاب بکنید صفحه شل در بالای ضخامت قرار میگیره و همین صورت. گزینه اوکی رو میزن که این باعث میشه که مدل شل ما به رنگ سبز در بیاد. بحث دیگه که در مورد این مدل باید مد نظر قرار بدیم بحث جهت یا اورینتیشن متریالمون هست. ما اگر اورینتیشن رو برای این متریال تعریف نکنیم، آباکوس به صورت دیفالت بر اساس سیستم مختصات گلوبالی که داریم جهت ها رو در نظر میگیره. عنوان مثال بعد از اون در نتایج S11 یعنی تنش در راستای X تنش اصلی در این راستا در نظر گرفته میشه و تنش در راستای Y تنش اصلی در راستای Y در این راستا در نظر گرفته میشه. فرض کنید ما در مورد این مجموعه بخوایم که تنش اصلی 1 ما در راستای این خط و تنش اصلی 2 ما در راستای عمود بر این خط باشه. برای اینکه این مسئله رو اعمال بکنیم ما باید یه سیستم مختصات لوکال ایجاد بکنیم. برای ایجاد سیستم مختصات لوکال میتونید از قسمت تولز داتوم رو انتخاب بکنید و در این قسمت گزینه CSYS رو انتخاب میکنید که سه روش برای ایجاد یک سیستم مختصات موجود هست. اینکه ما بیایم از سه نقطه استفاده کنیم و سیستم مختصات رو تعریف کنیم، یا بیایم از سیستم مختصات موجودی که داریم استفاده کنیم اونو آفست کنیم به یه نقطه دیگه، یا با استفاده از دوتا لاین اون سیستم مختصات رو تعریف کنیم که ما از ابزار سوم استفاده میکنیم. سیستم مختصات رکتانگولار هست، سیلندریکال و اسفریکال که ما سیستم مختصات رکتانگولار رو میخواییم انتخاب بکنیم. کانتینیو میزنیم. در ابتدا این خط رو انتخاب میکنیم و بعد از اون هم این خط رو. خط اول جهت محور X رو نشون میداد و خط دوم خطی که در صفحه X و Y قرار داره رو مشخص میکنه و این رو کنسل میکنه. اگر من این رو بچرخونم میبینید که جهت X در راستای این زل، جهت Y عمود بر این زل و Z هم به سمت بالا هست. ما از این سیستم مختصات برای نسبت دادن اورینتیشن به متریال استفاده میکنیم. برای این کار گزینه اساین متریال اورینتیشن رو انتخاب میکنیم و صفحه‌مون رو انتخاب میکنیم، گزینه دان رو میزنیم و از این قسمت میتونید شما اون CSYS یا سیستم مختصاتی که تعریف کردین رو انتخاب بکنید که این سیستم مختصاتی هست که ما ایجاد کردیم که اگر دقت کنید رنگ اون هم تغییر کرد. این سیستم مختصات رو انتخاب میکنیم. همونجور که در شکل مشاهده میکنید جهت 1 در این جهت هست و جهت 2 عمود بر اون و جهت N که نرمال هست به این صورت هست. در خروجی مسئله وقتی که ما عنوان مثال S11 رو در نظر میگیریم مقدار تنش بس در این جهت است و S22 مقدار تنش در جهت عمود برمون هست. گزینه اوکی رو میزنیم تا این متریال، این اورینتیشن به صفحه ما نسبت داده بشه. در این مسئله ما میخواییم که بر روی یک نقطه در وسط این صفحه مقدار جابجایی مانیتور بشه در طول پروسه حل و در نهایت به ما خروجی داده بشه. به همین خاطر ما باید یک نقطه اینجا ایجاد بکنیم. برای ایجاد این نقطه باید این صفحه رو از وسط نصف کنیم، پارتیشن بزنیم به اصطلاح.
برای پارتیشن زدن میتونیم از تولز پارتیشن استفاده بکنیم. در قسمت تایپ فیس رو انتخاب میکنیم و روش‌های مختلف در این قسمت وجود دارن برای اینکه بتونیم یک صفحه رو پارتیشن بزنیم. ما از روش کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه استفاده میکنیم و این نقطه و این نقطه رو انتخاب میکنیم و گزینه کریت پارتیشن رو میزنیم. باید توجه کنید که وقتی یک قطعه رو پارتیشن میزنیم به معنی این نیست که این دو تا قطعه از همدیگه جدا شدن، بلکه وقتی شبکه بندی روی این قطعه صورت میگیره نودهایی که در دو طرف قطعه پارتیشن خورده قرار دارن بر روی همدیگه قرار دارن و این دو قطعه کاملا به همدیگه متصل هستند. ولی پارتیشن زدن یک سری کمک ها به ما میکنه. یکی از مهمترین کمک هایی که پارتیشن زدن به ما میکنه اینه که برای شبکه بندی و ریختن یک شبکه استراکچر بر روی مدل های هندسی به ما کمک میکنه. علاوه بر اون، وقتی که ما میخوایم یه موقعیت مشخص رو بر روی مدل هندسیمون ایجاد بکنیم مانند این مورد، میتونیم از ابزار پارتیشن استفاده بکنیم. پس ما الان یک خط بر روی مدل هندسیمون ایجاد کردیم که قابل انتخاب کردنه. ما علاوه بر اون باید یک نقطه هم ایجاد بکنیم. برای ایجاد کردن نقطه از این قسمت گزینه ایج رو انتخاب میکنیم و از منوی پایینمون اینتر پارامتر رو انتخاب میکنیم و خطی که ایجاد کردیم رو سلکت میکنیم و گزینه دان رو میزنیم. از ما میپرسه که بین 0 تا 1 یک عدد رو انتخاب کنید که توی اون موقعیت این خط رو پارتیشن بزنه. ما میخوایم این خط از وسط پارتیشن بخوره، پس عدد نیم رو انتخاب میکنیم و گزینه کریت پارتیشن رو میزنیم. اگر دقت کنید یک نقطه بر روی این خط ایجاد شد. چون در این نقطه ما پارتیشن ایجاد کردیم، بعد از شبکه بندی حتما بر روی این نقطه یک نود قرار داده میشه. تعریف متریال هم اینجا به اتمام میرسه. میتونیم به مرحله بعد بریم که مرحله مونتاژکاری و اسمبلی هست. ما چون یک قطعه داریم بس مونتاژکاری رو نداریم، ولی باید اون قطعه رو به محیط اسمبلیمون وارد کنیم. برای این کار گزینه اینستانس پارت رو میزنیم و چون میخوایم شبکه رو بر روی پارت بریزیم گزینه دیپندنت رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم که مدل هندسی ما به قسمت اسمبلی وارد میشه. در مرحله بعد ما باید روش حل رو مشخص کنیم که از قسمت ماژول استپ رو تعیین میکنیم. روش حل ما به صورت استاتیکی هست که برای تعیین این روش گزینه کریت استپ رو میزنیم. میتونیم یک اسم به استپمون اختصاص بدیم و متدی که انتخاب میکنیم متد استاتیک جنرال هست و گزینه کانتینیو رو میزنیم. در فیلم آموزشی قبل در مورد تنظیمات مختلف این قسمت توضیح ارائه شد که برای توضیحات بیشتر میتونید به فیلم آموزشی مراجعه کنید. در آنالیز های استاتیکی نیازی به تغییرات موارد مختلف نیست. تنها در بعضی از موارد ممکنه که مسئله شما همگران نشه و نیاز باشه که ماکسیموم نمبر آف اینکریمنت رو افزایش بدید. عنوان مثال در این مثال 100 هست که من رو 1000 و گزینه اوکی رو میزن. وقتی که یک استپ رو ایجاد میکنید در افزار آباکوس به صورت اوتوماتیک یک فیلد آوتپوت برای شما ایجاد میکنه که به صورت دیفالت یک سری از خروجی ها تعیین شدن، مثل تنش ها، گرنش ها، جا به جایی ها، ریاکشن فورس ها. بر اساس نوع آنالیزی که دارید میتونید مقادیر دیگر رو هم انتخاب بکنید. شما در این قسمت موارد مختلفی دارید. عنوان مثال every n increment، یعنی به ازای هر n incrementی که رفتی جلو توی پروسه حل به من یه خروجی بده که میتونیم n رو از این قسمت تعیین بکنیم. و یا every space time interval، یعنی بازه زمانی که داریم برای حل. عنوان مثال توی این مثال 1 ثانیه بود،
اگر اینو انتخاب بکنیم میتونیم تعداد تقسیماتی که برای این بازه زمانی انجام بده و خروجی ها رو به ما بده رو تعیین کنیم. مثلا اگر من عدد 10 رو وارد کنم در طول زمان 1 ثانیه به من 10 تا خروجی میده، یعنی هر 0.1 ثانیه یک خروجی به من میده. و موارد دیگر هستن که مشابه همین موارد هستن. من این رو برای دیفالت خودش میذارم و اوکی رو میذارم. هدف ما اینه که بر روی این نقطه‌ای که ایجاد کردیم در وسط این صفحه مقدار جابجایی رو در طول زمان یا در طول پروسه حل، چون مسئله استاتیکی هست اینجور بگیم بهتره، در پروسه حل به ما بده. برای این کار ما باید یه ست تعریف بکنیم. برای تعریف کردن ست رو میشه هم در قسمت پارت تعریف کرد و هم در قسمت اسمبلی. ما ست رو در قسمت اسمبلی تعریف میکنیم. هدف ما این هست که مقدار جابجایی نقطه وسط این صفحه رو در طول زمان حل مانیتور کنیم و به صورت خروجی اونو دریافت کنیم. برای این کار باید یک ست تعریف کنیم. ست رو میشه از قسمت پارت تعریف کرد و یا از قسمت اسمبلی. ما ست رو از قسمت اسمبلی تعریف میکنیم. برای این کار برای به اضافه کنار اسمبلی کلیک میکنیم، برای گزینه ست دبل کلیک میکنیم، یک اسم به ست اون اختصاص میدیم، عنوان مثال میدل پوینت، گزینه کانتینیو رو میزنیم و این نقطه رو انتخاب میکنیم و گزینه دان رو میزنیم. اگر دقت کنید یک ست به عنوان میدل پوینت تعریف شد. برای اینکه تعریف کنیم که در طول زمان حل یا در طول پروسه حل مقدار جابجایی رو بر روی این نقطه ما بده، باید از قسمت هیستوری آوتپوت این کار رو انجام بدیم. برای هیستوری آوتپوت منیجر کلیک میکنیم. وقتی یه استپ رو ایجاد میکنیم به صورت اتوماتیک یه هیستوری آوتپوت ایجاد میشه که میتونید بر روی اون کلیک بکنید و اونو ویرایش بکنید، که به صورت دیفالت مقدار انرژی انتخاب شده که میتونیم تیک کنار انرژی رو برداریم. در قسمت دومین که بر روی تمام دومین هست اونو بر روی ست قرار میدیم و ستی که ایجاد کردیم رو انتخاب میکنیم. بعد از اون میخواییم بگیم که در بازی زمانی که ما داریم که در اینجا 1 ثانیه هست، به عنوان مثال 5 تا خروجی به ما بده. اینجا عدد 5 رو وارد میکنیم و خروجیمون رو در کنار دیسپلیسمنت اگر کلیک بکنید ما میخواییم جابجایی در راستای زد رو به ما بده. به همین خاطر در این قسمت از مجموعه یو سه رو انتخاب میکنیم و گزینه اوکی رو میزنیم. تنظیمات مربوط به استپ هم در این مرحله تموم میشه. میتونیم به مرحله بعد بریم که اینتراکشن هست. ما در این مثال اینتراکشن نداریم، یعنی تماس بین قطعات وجود نداره و نیازی به تنظیمات این قسمت نیست. میتونیم مرحله بعد بریم که مرحله لود هست. در این مرحله ما میخوایم یه فشار یه نواخت 20 کیلوپاسکال به کل این صفحه اعمال بکنیم. برای این کار گزینه کرییت لود رو میزنیم و اونو از قسمت مکانیکال کاتگوری مکانیکال پرشر رو انتخاب میکنیم، گزینه کانتینیو رو میزنیم و این دو صفحه رو انتخاب میکنید. میتونید شیفت رو نگه دارید که بتونید دو صفحه رو به صورت متوالی انتخاب بکنید. بعد از اون گزینه دان رو میزنید. اگر دقت کنید دو تا رنگ به شما نشون میده، یه رنگ قهوه‌ای و یک رنگ صورتی، که دو جهت این صفحه شر رو مشخص میکنه. ما میخوایم در این سمت صفحه همون فشار اعمال بشه، پس گزینه براون رو انتخاب میکنیم و در اینجا مقدار فشارمون رو وارد میکنیم که 20,000 پاسکال است. در این قسمت گزینه دیستریبیوشن وجود داره که در واقع برای تعریف کردن توزیع فشار بر روی این صفحه به کار برده میشه. اگر فشار شما بر اساس موقعیت مکانی تغییر بکنه میتونید اون رو در این قسمت تعریف کنید که حالا در آموزش های بعدی بیشتر به اون پرداخته میشه. بس امپلیتود هم که به صورت رمپ هست، یعنی در طول بازه زمانی فشار از 0 تا مقدار نهایی خود به صورت خطی تغییر میکنه. گزینه اوکی رو میزنیم.
اگر دقت کنید یه فشاری یا نواخت بر روی این صفحه ایجاد میشه. در مرحله بعد باید شرط مرزی رو اعمال بکنیم. برای این کار گزینه Create Boundary Condition رو میزنیم و از اون گزینه Displacement Rotation رو انتخاب میکنیم و Continue میکنیم. این خط رو انتخاب میکنیم، گزینه Done رو میزنیم. از این رسمت میتونیم سیستم مختصاتمون رو انتخاب بکنیم که میخوایم بر اساس سیستم مختصات لوکالی باشه که ایجاد کردیم. سیستم مختصات لوکال رو انتخاب میکنیم و این خط در تمام جهات درجات آزادی اون مقید شده. به همین خاطر تمام تیک ها رو میزنیم و گزینه اوکی رو میزنیم. یک شرط مرزی هم باید به این خط اعمال بشه. برای این کار گزینه Create Boundary Condition رو میزنیم، Displacement and Rotation، Continue، این خط رو انتخاب میکنیم. سیستم مختصاتمون هم سیستم مختصات لوکال در نظر میگیریم و تمام درجه آزادی ها را میبندیم به جز درجه آزادی در جهت 1 که در جهت این خط هست. در این جهت این صفحه رو آزاد میذاریم و گزینه اوکی رو میذاریم. تنظیمات بارگذاری و شرایط مرزی هم در این مرحله به اتمام میرسه و میتونیم به مرحله بعد بریم که مرحله شبکه بندی هست یا مش. زمانی که مدل رو به محیط اسمبلی وارد میکردیم اون رو به صورت دیپندد وارد کردیم، یعنی شبکه بر روی پارت باید ایجاد میشه. ما الان در محیط اسمبلی هست. اگر بخوایم شبکه بندی رو روی این مدل انجام بدیم، به عنوان مثال من این رو امتحان میکنم، مش اینستانس به ما ارور میده، میگه که شما پارتتون رو به صورت دیپندد انتخاب کردید، نمیتونید داخل اسمبلی شبکه بندی رو انجام بدید. به همین خاطر از قسمت آبجکت گزینه پات رو میزنیم. در ابتدا باید اندازه تقریبی المان‌ها رو مشخص کنیم. برای این کار میتونیم از منوی بالا سید پارت رو انتخاب بکنیم و در این قسمت اندازه تقریبی المان‌ها که 58000 در نظر گرفته شده رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم که اندازه تقریبی المان‌ها بر روی مدل نشون داده میشه. در مرحله بعد ما باید روش شبکه بندی رو مشخص کنیم که برای این کار میتونیم از قسمت مش کنترل این کار رو انجام بدیم، این دو صفحه رو انتخاب کنیم و گزینه دان رو بزنیم. به طور کلی سه روش وجود داره، روش فری استرکچر و سویپ. مناسب ترین روش روش استرکچر هست، مشای منظمی برای ما ایجاد میکنه. بعد از اون روش سویپ هست و بعد از اون هم روش فری. البته موارد خاصی وجود داره، به عنوان مثال آنالیز ترک ها یا رشد ترک که شما باید حتما شبکتون رو با استفاده از روش سویپ ایجاد بکنید و نه روش استرکچر. موارد خاص و استثنایی وجود دارن که شما باید اولویت رو با روش سویپ بذارید. ما همیشه قطعاتی که داریم به صورت پیچیده هستند باید پارتیشن بندیشون کنیم، به قطعات کوچیکتر تقسیم کنیم که بتونیم روی اونها تا جایی ممکن میشه استراکچر برسیم. مسلما دقت نتایج خیلی به این مورد بستگی داره. در قسمت element shape اون رو برای کوارت قرار میدیم و تکنیک رو بر حسب استراکچر و گزینه اوکی رو میزنیم. اگر دقت کنید رنگ روش استراکچر سبز رنگه، رنگ روش سویپ زرد رنگه و روش فیری هم صورتی رنگ است. شبکه بر روی صفحه شل میشه. اگر دقت کنید در این پایین هم تعداد المان ها رو برای ما مشخص میکنه که مقدار 140 المان بر روی این صفحه ایجاد شده. در این مرحله میتونیم به قسمت بعدی بریم که اگر دقت کنید اپتیمیزیشن هست. ما در این مدل بس اپتیمیزیشن نداریم و به مرحله بعدی میریم که مرحله جاب هست. در قسمت جاب ما یک جاب ایجاد میکنیم و مسئله رو حل میکنیم. اما قبل از ایجاد جاب بهتره که فایلی که تا الان ایجاد کردیم رو سیو بکنیم. برای سیو کردن فایل میتونیم از قسمت فایل سیو اس یک مسیر برای فایل مشخص کنیم. برمان مثلا من درایو ای رو انتخاب میکنم، در اینجا یک دایرکتوری میسازم عنوان شل و به نام شل فایلی که تا الان ایجاد کردم رو سیو میکنم
که باعث ایجاد شدن یک فایل با پسوند CAE در مسیری که ایجاد کردم میشه، که اگر دقت کنید در این قسمت مشخص. خب در این مرحله میتونیم جاب رو ایجاد کنیم. برای ایجاد جاب میتونیم از گزینه create job استفاده کنیم، یک اسم به جاب اختصاص میدیم، برای مثال shell، مدل رو انتخاب میکنیم و گزینه continue رو میزنیم. در قسمت مموری میتونیم مقدار درصد مموری که آباکوس از کامپیوتر ما استفاده کنه رو تعیین کنیم، که من مقدار 100 رو وارد میکنم، یعنی 100 درصد مموری کامپیوتر بتونه استفاده کنه در حین حل. بحث پردازش موازی هست که میتونید این تیک رو بزنید که پردازش موازی رو فعال کنید، که تأثیر زیادی در کاهش زمان آنالیز داره، و مقدار اون رو باید به این صورت وارد کنید که از قسمت تسک منیجر کامپیوترتون تعداد هسته های کامپیوتر رو مشخص کنید، که کامپیوتر من 2 هسته داره، و این تعداد رو در این قسمت وارد میکنید و میتونه در این مرحله گزینه اوکی رو بذارید. ما یه جاب ایجاد کردیم که باید این جاب رو شروع کنیم به حل کردن. برای این کار میتونیم از قسمت جاب منیجر جابی که ایجاد کردیم رو ببینیم، که اگر بر روی گزینه سابمیت بزنیم جاب ما شروع به حل شدن میکنه. 3 حالت در قسمت استاتوس ممکنه ایجاد بشه. در اول آنالیز که به صورت سابمیتد هست، یعنی پروسه‌ای که ما طی کردیم به صورت گرافیکی در مرحله سابمیتد به کد پایتون تبدیل میشه. بعد از اون به حالت رانینگ میره، که در واقع کدی که ایجاد شده در حال پردازش هست، و در نهایت هم یا آنالیز کامپلیت میشه یا آورتد، که اگر مشکلی نداشته باشه و برای کانورژ کنه کامپلیتد میشه، و در غیر این صورت آورتد. که اگر دقت کنید آنالیز کامپلیتد شد، یعنی مشکلی نداشته. ما در این مرحله میتونیم برای مشاهده نتایج برای گزینه ریزالت کلیک بکنیم، که ما رو به محیط ویژوالیزیشن منتقل میکنه. در این محیط شما میتونید نتایج رو ببینید و داده هایی رو که میخواید از نرم افزار استخراج کنید. در ابتدای کار میخواییم شکل تغییر شکل یافته این صفحه تحت بار اعمالی رو ببینیم. برای این کار میتونیم از ابزار پلوت دیفورم شیپ استفاده بکنیم، که شکل تغییر شکل یافته پلی در اثر بارهای اعمالی رو به ما نشون میده. اگر دقت کنید وسط این صفحه بیشترین تغییر شکل ها رو داریم. برای نشون دادن کانتورهای متغیرهای مختلف بر روی این صفحه میتونید از گزینه پلوت کانتور آن دیفورم شیپ استفاده بکنید، که به صورت کانتورهای رنگی متغیری که ما از این قسمت انتخاب میکنیم و نشون میده، که در این تیبل مقدار هر کدوم از این رنگ ها مشخص شده. به عنوان مثال در این تیبل S رو نشون میداده مایسز، که همون تنش وان مایسز هست، که ما میتونیم متغیرهای دیگه هم انتخاب بکنیم. به عنوان مثال S11 تنش نرمال در جهت X است. و این نکته قابل ذکره که اگر حضور ذهن داشته باشه در قسمت اورینتیشن ما جهت X رو در راستای این زل تعریف کردیم، بنابراین S11 هم تنش اصلی در این راستا خواهد بود، و به همین صورت مقدار S22 هم تنش اصلی در راستای عمود بر این زل زوزنقه است. متغیرهای دیگه هم میتونید از این قسمت انتخاب کنید، مثل E که مقدار کرنش هست، U که مقدار جابجایی هستن، UR مقدار چرخش هستن، و URF که مقدار ریاکشن فورس ها رو نشون میدن، که در شرایط مرزی بیشترین مقدار هستن. برای نشون دادن بردارها بر روی صفحه شل میتونید از گزینه پلوت سیمبلز آن دیفورم شیپ استفاده کنید، که متغیرها رو به صورت بردار برای ما نشون میده. به عنوان مثال از این قسمت میتونید یور انتخاب بکنید، که اگر دقت کنید بردار جابجایی بر روی این شکل نشون داده شده. در قسمت استپ ما یک ست پوینت تعریف کردیم که اسمشو میدل پوینت گذاشتیم، و در قسمت هیستوری آوتپوت مقدار جابجایی یوزر رو به اون اختصاص دادیم که در حین آنالیز برای ما مانیتور بشه. ما در قسمت نتایج این دیتا ها که سیو شده رو میتونیم ببینیم، که برای دیدن این نتایج میتونیم از قسمت ریزالت
هیستوری آتپوت رو انتخاب بکنیم و اگر دقت کنید مقدار U3 در نود 4 که همون نود میدپوینتی هست که ما تعریف کردیم در اینجا به صورت خروجی داده شده که اگر بر روی پلات کلیک بکنید مقدار جابجایی این نقطه بر حسب زمان نشون داده شده. البته باز هم قابل ذکر است که زمان بحث دینامیکی نیست، یعنی شما در این مسئله کاملا به صورت استاتیکی است و بحث شتاب و آنالیز دینامیکی مطرح نیست. فقط در طول زمان شما چون بار رو به صورت رمپ وارد کردید، بار به صورت خطی در این مدت زمان که یک ثانیه هست افزایش پیدا میکنه و در انتهای این زمان به ماکسیموم مقدار خودش میرسه. برای اینکه اعداد دقیق این نمودار رو بتونید ببینید میتونید از این رسمت استفاده بکنید، XY Data Manager، و بر روی این کلیک بکنید که اگر دقت کنید به صورت دودهم مقدار خروجی جابجایی به ما داده شده. باز هم اگر حضور ذهن داشته باشید ما در قسمت History Output، قسمت Frequency، گفتیم که 5 تا تقسیمات بر روی بازی یک ثانیه برای ما انجام بده و همین خاطر اگر دقت کنید ما هر 0.2 ثانیه که معادل ایجاد 5 قسمت بر روی مدت زمان یک ثانیه هست خروجی رو داری و آباکوس خروجی ها رو برای ما ایجاد کرد. باز بر روی گزینه پلات کانتور آن دیفرم شیپ کلیک میکنیم. فرض کنید که در کامپیوتر شما اعداد این جدول خیلی کوچک هستن و شما بخواید جدول رو بزرگتر بکنید. برای انجام کار میتونید قسمت ویوپورت، وی انوشن آپشنز، قسمت لژن، ست فونت و سایز فونت ها رو در این قسمت افزایش بدید و یا باکسی که اطراف اون هست رو تیکش رو بردارید تا نشون ندن و یا حتی نوشته هایی که اینجا موجود هستن رو کاری کنید که نشون داده نشه که این نوشته ها این سه مورد پایین هستن. من متغیرم رو بر روی یو قرار میدم. باید دقت کنیم که وقتی ما فایل آباکوس رو در یه فولدر سیو میکنیم لزوماً مسیر کاری ما اون فولدر نیست و باید اینو حتما چک بکنیم. برای چک کردن اون میتونه قسمت فایل set work directory این کار رو انجام بدیم که اگر دقت کنید مسیر کاری ما سی temp هست که مسیر دیفالت کاری آباکوس است. برای تغییر اون میتونید بر روی این فولدر کلیک بکنید و مسیر کاری خودتون رو انتخاب کنید که در درایو ای فولدر شل هست و اوکی رو میزنید. خب میخواییم در این مرحله یک عکس از این هندسه ایجاد بکنیم. برای این کار از گزینه فایل، پرینت، در قسمت دستینیشن فایل رو انتخاب میکنیم و یک اسم به عکسی که قرار تهیه کنیم اختصاص میدیم و از قسمت فرمت TIFF رو انتخاب میکنیم و گزینه اوکی رو میزنیم که این باعث میشه در مسیر کاری ما یه عکس ایجاد بشه که اگر دقت کنید عکس در این قسمت ایجاد شده که ما میتونیم اونو بازش کنیم. اگر دقت کنید عکسی که ما ایجاد کردیم به این صورت ایجاد شده که بک‌گراند اون به صورت سفید هست. در قسمت پرینت اگر ما این تیک رو بزنیم بک‌گراندی که در آباکوس هم موجود هست در داخل عکس هم ایجاد میشه. امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید و در آموزش‌های بعدی هم با ما باشید.